تحریم‌های جدید هسته‌ای آمریکا علیه رژیم به فاصله کمی از دو کلان ضربه قبلی، یعنی لیست گذاری سپاه و تحریم نفتی، بن‌بست برجام رو پیچیده‌تر و بغرنج‌تر کرد. اگه پیش از این منافع باندی در موضع‌گیری روی این مسائل باندهای حاکم رو رو در روی هم قرار میداد، اکنون دغدغه حفظ نظامه که اونها رو رو در رو کرد. گزارش رو در این زمینه ببین. به دنبال اعلام تحریم‌های جدید هسته‌ای توسط آمریکا، ماندن در برجام یا خروج از آن را به طور جدی‌تری روی میز نظام قرار داده است. این بار صورت مسئله دغدغه تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و پیامد تحریم‌های جدید هسته‌ای است. یاسر جبرائیلی از معاون‌های خبرگزاری سپاه پاسداران گفت: نباید به باقی ماندن برجام تا پایان دوره 8 ساله خوشبین بود. برخی در داخل میگویند ایران همچنان از حضور در برجام منفعت میبرد، چرا که امیدوارند با برجای بودن برجام تا پایان مدت تعریف شده طبق قطعنامه 2231 تحریم‌های تسلیحاتی ایران رفع شود، در صورتی که هر آن ممکن است با ادعای نقض برجام از سوی یکی از کشورهای اروپایی در فرایند سنپ بک تمامی قطعنامه‌های قبلی احیا شده و تحریم‌های سازمان ملل دوباره برگردند. علی بیگدلی، کارشناس حکومتی از باند روحانی، در برابر کسانی که به خروج نظام از برجام فرا می‌خوانند گفت: نظام تحت هیچ شرایطی نباید از برجام خارج شود، زیرا نتیجه خروج از برجام بازگشت پرونده نظام به شورای امنیت است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، اروپا، چین و روسیه هم به تحریم‌ها علیه ما خواهند پیوست و حتی ممکن است کار به جاهای باریک بکشد. به نظر من خروج نظام از برجام به زیان ما و به سود آمریکا، اسرائیل و عربستان است، چرا که این کار بهانه به دست آنها خواهد داد و اروپا را از نظام دور خواهد کرد. این کارشناس حکومتی ضمن ابراز تأسف از بسته شدن کانال‌های مذاکره بین رژیم و آمریکا افزود: می توان با موافقت اروپا و طرف‌های 5 به علاوه 1 مجدداً به پای میز مذاکره آمد و بر سر موضوعات اختلافی بحث و چانه‌زنی کرد، در صورتی که فرصت یک توافق جدید فراهم شود. چشم دوختن به امکان تجدید مذاکره با آمریکا در نظام در حالی است که ظریف طراح مذاکره و چانه‌زنی با آمریکا در نظام به وضعیت بن‌بست نظام اذعان کرده و می‌گوید آنها فقط می‌خواهند خواسته‌های خود را مطرح کنند و از طرف مقابل انتظار دارند که بدون آمادگی برای مشاهده اقدام متقابل خواسته‌های آنها را بپذیرد. وزیر خارجه رژیم تصریح کرد: قطعاً عنصری که در دولت ترامپ وجود دارد دنبال کردن سیاست تحریک نظام به امید وضع انواع تحریم هاست. یکی از این اقدامات تحریک‌آمیز وادار کردن نظام به ترک برجام است. اما سناریوهای شوم دیگری نیز وجود دارند، از جمله ایجاد یک حادثه به منظور آنکه بتوانند برنامه و طرح‌های خود را پیش ببرند. ظریف حتی در مورد گشایش برای نظام از جانب اروپا با ناامیدی گفته است: اگر اروپا می‌خواهد در جایگاه مطرح کردن خواسته‌هایش قرار گیرد، باید به جای حرف زدن سر کیسه را شل کند. ظریف تصریح کرد آمریکا می‌خواهد نظام را ناچار به خروج از برجام کند تا تحریم‌ها تشدید شود. سایت حکومتی رجا نیوز در مورد اظهارات ظریف نوشته است: این اولین بار نیست که انفعال ظریف موجب تعجب تحلیلگرا را می شود. این سایت حکومتی سپس وضعیت بن‌بست نظام را به باند روحانی نسبت داده و نوشته است: واشنگتن پست چند پیش در مطلبی سیاست‌های رادیکال ترامپ علیه ایران را ناشی از بی‌عملی دولت روحانی دانست و نوشت تهران با وجود تهدیداتی که کرده بود به این ضررها پاسخی نداد و از خطوط قرمز ایالات متحده عبور نکرد. دولت ترامپ که احتمالاً به واسطه این انفعال جسور شده در حال تشدید این وضعیت است. این سرگردانی در فضای رسانه‌های حکومتی وضعیت بن‌بست نظام و بیراه حلیش در برابر تشدید فشارهای جهانی و افزایش فضای انفجاری جامعه را بارز کرده است.